با سلام، خوش آمدین با خبرهای امروزی چینل پرستو تیوی. خبرهای امروزی چینل پرستو تیوی را دنبال کنین. دوستم با ولسوالی آقچارف در ستاد انتخاباتی دولتساز نوار صوتی جدید با استعفای صلاح الدین ربانی، ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه شد. و در پایان خبری هم از خارج از کشور. سرزمین وحی میزبان کشتیکج زنان. عربستان برای اولین بار از یک مسابقه کشتیکج زنان میزبانی میکند. دوستم با ولسوالی آقچارف جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بعد از ظهر روز چهارشنبه با ولسوالی آقچای ولایت جوزجان سفر کرده و جلسه امنیتی تشکیل داده است. ولسوالی آقچا اخیراً شاهد یک حمله مرگبار طالبان بوده است. گفته می شود آقای دوستم در مسیر سفر با آقچا با کمین طالبان برخورده ولی جان سالم به در برده است. آقای دوستم حمله گروه طالبان بر ولسوالی آقچا را نابخشودنی خوانده و گفته است که این حمله به پاسخ نمی‌ماند. معاون اول ریاست جمهوری گفته است به زودترین فرصت عملیات‌های تصفیه‌ای با دستور او از سوی قلوردوی 209 شاهین در ولسوالی‌های پنجگانه آقچا راه اندازی خواهد شد. وی با حضور در ولسوالی آقچا و با توجه به نگرانی‌های مردم اطمینان داده که برای تامین امنیت مردم با تمام توان آماده است تا در برابر طالبان مبارزه کند. معاون اول ریاست جمهوری که از 2 سال بعد این سو در پی ادعای سوء رفتار جنسی علیه احمد ایشچی حاشیه نشین شده اکثرا در جوزجان به سر می‌برد. قبل از این آقای دوستم به دلیل رویکرد ضد طالبانیش از سوی شماری از باشندگان ولایت شمال و نظامیان وابسته به خودش لقب دکتر طالب کش را کسب کرده بود. خلیلزاد برای رهایی 2 استاد خارجی دوباره به کابل سفر کرد. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بعد از دیدار با مقام‌های پاکستانی بار دیگر به کابل سفر کرده است. یک منبع معتبر در حکومت گفته است که خلیلزاد برای گفتگو در مورد رهایی 2 استاد خارجی دانشگاه آمریکایی که در اسارت شبکه حقانی به سر می‌برند وارد کابل شده است. این منبع افزود قرار است که آقای خلیلزاد در این مورد با مقام‌های افغان گفتگو کند. گروه طالبان در ماه آگوست 2017 میلادی 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان را از ساحل دارالامان کابل ربودند. یکی از این استادان آمریکایی و دیگری تابعیت استرالیا را دارد. از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان در بدل رهایی این 2 استاد خارجی خواهان آزادی 10 جنگجوی این گروه به شمال انس حقانی و حافظ رشید از رهبران شبکه حقانی از زندان‌های دولت هستند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور روز سه‌شنبه 7 عقرب در یک نشست خبری گزارش‌ها در مورد تبادله انس حقانی با 2 استاد خارجی را رد کرده است. او افزود که حکومت در راستای رهایی این 2 شهروند خارجی همکاری می‌کند. سخنگوی ریاست جمهوری اما اعلام کرده است که رهایی انس حقانی از زندان خط سرخ دولت و مردم افغانستان است و افغانستان در این زمینه سیاست خود را دارد. در ستاد انتخاباتی دولتساز نوار صوتی جدید در ولایت غزنی از مجموع 11 میلیون افغانی که در دور اول برای دفتر ولایتی کمپاین انتخاباتی دولتساز داده شده بود 3 میلیون آن در روز اول دزدیده شده است. سلام، خوب هستی؟ بدر بخیر هستی؟ بدرم این موضوع غزنی را امروز اینو صحبت کردی یا نکردی؟ چطور شد؟ چون اونا هم بسیار دو مشکل مواجه بودن، فکر کنم از 11 میلیون 3 میلیون اش دیروز رسیده گرفتن، بین خود ایفا میل کردن، هم باقی موندهش ایفا میل نکنن دیگه. 4-5 دفترشون تماس گرفته امرای دفترهای دکتر سیب عبدالله که ما میخیم امرای شما یک جای شد فقط به خاطر این موضوع پولی. با استعفای صلاح الدین ربانی، ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه شد.
وزارت امور خارجه کشور اعلام کرده که تا تعیین وزیر جدید ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه این وزارت را سرپرستی می‌کند. گفتنی است که صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور هفته گذشته درخواست استعفای خودش را به رئیس جمهور غنی پیشکش کرده و این درخواست از سوی ریاست جمهوری پذیرفته شده است. آقای ربانی از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی برای مدت 5 سال در وزارت امور خارجه ایفای وظیفه کرده است. و در پایان خبری هم از خارج از کشور. سرزمین وحی میزبان کشتیکج زنان. عربستان برای اولین بار از یک مسابقه کشتیکج زنان میزبانی میکند. عربستان سعودی برای نخستین بار میزبانی یک مسابقه کشتیکج زنان میشود. شرکت آمریکایی World Wrestling Entertainment ملقب به WWE که مسئولیت سازماندهی مسابقات کشتیکج را بر عهده دارد تایید کرده است که یک مسابقه کشتیکج زنان برای نخستین بار روز پنجشنبه در عربستان سعودی برگزار می شود. بر اساس بیانیه شرکت WWE ناتالیا و لیسی وانس دو سوپر استار دنیای کشتیکج زنان قرار است روز پنجشنبه در استادیوم بین المللی ملک فهد با یکدیگر مبارزه کنند. این مسابقه در چارچوب مهمترین رویداد ورزشی کشتیکج موسوم به کرون جیول برگزار می شود که بینندگان پرشماری را در آمریکا و دیگر نقاط جهان پای تلویزیون ها می نشاند. برگزاری این مسابقه ورزشی یکی از برنامه های رویدادی موسوم به فصل ریاض است که به مدت 2 ماه میزبان 100 رویداد مهم ورزشی و تفریحی در سطح جهانی خواهد بود. ریاض همچنین از ماه سپتامبر اعلام کرده است که برای نخستین بار قصد دارد برای گردشگران خارجی ویزای توریستی صادر کند. سپاس از اینکه ویدیو امروزی چینل پرستو تیوی را تماشا کردین. وقت شما خوب و خوش باشه. خدا نگهدار.